سلام و درود بر شما. فرامرز فروزنده هستم. به اتفاق همکارانم در بخش فنی تلویزیون آیان اماد و تونی، برنامه این ساعت نسیم شمال رو به شما تقدیم میکنم. امروز برنامه نسیم شمال وارد 12 سال حیات خودش میشه، یعنی 11 سالگیش رو پشت سر گذاشته و داره وارد 12 سالگی خودش میشه. در واقع 12 سال یا 11 سال تمام یک برنامه تلویزیونی روی آنتن بوده، میرفته و میومده، ولی هم محتوای خودش رو حفظ کرده و هم از اقبال شما بینندگان عزیز برخوردار بوده. امروز وقتی سراغ دیویدی های بایگانی خودم میرفتم و نگاه میکردم، برام بسیار جالب بود. بسیاری از این شخصیت ها که در سالهای قبل شخصیت های مطرح بودن، امروز حتی اسمی ازشون در میان نیست و بسیار کسان آمدند که قبلا اصلا فکر میکردن به صورت چهره های خبری در بیان. ولی به هر حال از کاری که کردیم در این مدت به کمک شما بینندگان عزیز، از نظر نقدتون، انتقاداتتون و توجهتون بسیار خوشحالم و اون رو اثر بخش فکر میکنم باید تشخیص داد. به هر حال برنامه فشرده ای امروز در پیش روی داریم. میدونید که دادگاه کارزار ایران تریبونال، دادگاه علیه جنایات جمهوری اسلامی، این دادگاهی است که قسمت دومش 25 تا 27 اکتبر، یعنی همین پریروز در شهر لاهه هلند برگزار شد. یک گزارش اختصاری داریم از یکی از سخنگویان این دادگاه که صحبت خواهند کرد. من بازشون پرسش‌های رو مطرح می‌کنم و بعد از اون گفتگویی رو که به شما وعده داده بودم بسیار مفصل با پرسش‌های بسیاری که دارم از جناب دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد و شخصیت فعال فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی خارج از کشور، با ایشون صحبت دارم. دعوتتون میکنم که به اون گفتگو هم بسیار توجه بفرمایید، چون نکات فوق‌العاده زیادی در این گفتگو مطرح خواهد بود. از اتاق فرمان خواهش میکنم که اگر ممکنه به خانم رویا اشرف‌آبادی بفرمایید که یه نور بیشتری رو به صورتشون بدن، چون تصویری که من اینجا دارم کاملا کدره و صورت ایشون قابل دیدن نیست. در همین حالت اگر یه نوری مقابل صورتشون قرار داده بشه خیلی خیلی وضعیت ما بهتر میشه، به شرطی که همه صورتشون رو بپوشن. اجازه فرمایید چون وقت نداریم بریم و گفتگو رو در همین شرایط شروع بکنیم. امیدوار باشیم که چهره خانم اشرف آبادی همونطور که همیشه روشن هست، این بار هم روشن بشه و شما بتونید تصویر کامل ایشون داشته باشید. خانم، من به شما در لاهه سلام عرض میکنم. با درود به شما و تمام بینندگان برنامه شما. خانم، ممکنه بفرمایید که این یه خلاصه‌ای بفرمایید، گزارشی بدید از آنچه که در این سه روز 25 تا 27 اکتبر در لاهه گذشت؟ برنامه کلان برنامه دوم دادگاه ایران تریبونال بود. در این دادگاه جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار گرفته و این سه روزی که ما در لاهه بودیم برنامه دوم بود. از جمهوری اسلامی ایران رسما تقاضا شده بود که در این دادگاه شرکت کنند، ولی متاسفانه ما جوابی دریافت نکردیم و خب این هم قابل پیشبینی بود. در این سه روز بی حدود 19 شاهد آمدند و شهادت دادند، چه آنهایی که جز خانواده جان باختن و آنهایی که دوران محکومیتشون و محکومیت‌های طولانی رو گذرانده بودن در دادگاه، در زندان. اینها مسائلشون رو مطرح کردن، شهادت دادن به ظلم و شکنجه هایی که بر اونها رفته و در نهایت قاضی ها به شور و مشورت پرداختن و در خاتمه برنامه حکم نهایی که همانا محکوم شدن جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت بود اعلام شد. خانم، ممکنه بفرمایید که مرحله بعد چی؟ آیا کار این دادگاه در همینجا تمام میشه؟ قسمت بعدی کار چیه و چه کار خواهید کرد؟ من فکر میکنم هنوز قدری زود باشه که ما این مسئله رو مطرح کنیم که مرحله بعدی چی هست. بگذارید قدری شاد باشیم به خاطر نتیجه‌ای که گرفتیم و
بررسی کنیم، پیشنهادهایی مطرح شده، حرکتهایی در نظر گرفته شده که باید مورد بررسی قرار بگیره و ببینیم کدوم حرکت بهترین خواهد بود و به نتیجه خواهد رسید. الان من نمیتونم این رو اعلام بکنم و این تمام پیشنهادها و حرکتهای ممکن برای راه در آینده مورد بررسی قرار میگیره و بهترین و آنچه که در توان ما باشه مسلما انتخاب میشه و کار ادامه پیدا میکنه، ولی در حال حاضر من نمیتونم اینو اعلام بکنم به عنوان یک سخنگو از کارزار ایران تریبونم. خانم اشرف آبادی، کسانی که در سمت قاضی در این دادگاه مردمی نشسته بودن اینا کی بودن و یا واقعا قضات دادگستری بودن، وکلا بودن، حقوقدان بودن یا نه از بین مردم انتخاب شده بودن؟ نه، اینها همه از قضات بین المللی هستند، کارکشته هستند، تجربه های طولانی در دادگاه های بین المللی داشتند و تیم دادستانی ما هم همه از وکلای برجستگی که بین المللی هستند در دادگاه های بین المللی حضور داشتند، شرکت کردند. ولی خب نرمال به طور طبیعی باید کسی هم از طرف به اصطلاح محکوم در اون دادگاه حضور می داشته و این چیزی بود که خب امکان شما به جمهوری اسلامی دادیم، براشون تقاضا کردیم، فرستادیم که می تونن در این دادگاه شرکت کنن و از خودشون دفاع کنن، ولی نه خودشون شرکت کردن و نه وکیلی رو فرستادن. ولی تمام قاضی های برجسته بین المللی هستن، تیم حقوقدان ما اونجا بودن و دادستانی بودن و هر کدوم دیدین که ما سه نفر داشتیم که می اومدن و صحبت میکردن و از موکلای خودشون دفاع میکردن، مسائل مطرح میکردن و در نهایت قاضی ها به شور نشستن و نتیجه اعلام شد. خانم اشرف آبادی، تلویزیون اندیشه تا قبل از این دادگاه دوم قسمت های زیادی از شهادت این قربانیان رو یا خانواده اونها رو بر اساس اون چه که دریافت کرده بود از ایران تریبونال پخش کرد و ما شاهد عکس‌العمل فوق‌العاده زیاد و مثبت مردم بودیم. شیوهی که دادگاه طراحی شده بود و شیوهی که قربانیان یا بستگان اونها توضیح میدادن سخت مؤثر بود. آیا قصد دارید که نتایج این دادگاه رو هم منتشر کنید، در اختیار قرار بدید برای پخش تلویزیونی؟ مسلماً این یکی از کارهایی که ما به اون افتخار میکنیم و همونجور که شما هم اعلام کردین تأثیر بسیاری روی مردم گذاشته، جماعتی که چه در مرحله اول دادگاه در اونجا حضور داشتن، شاهدان یا نه، و واقعاً از دلشون صحبت میکردن، رنجی که دیدن وقتی که حضار توی مرحله اول دادگاه در لندن نشسته بودن و همه عشق می‌ریختن، همه بلا استثناء عشق می‌ریختن و ما دیدیم که مردم هم از کسانی که از طریق تلویزیون و یا سایت‌های مختلف برنامه رو دنبال می‌کردن همین ابراز احساسات رو می‌کردن. در این دادگاه هم به همین شکل بود، برنامه به طور مستقیم از چند کانال پخش می‌شد، از کانال‌های مختلفی به طرف ایران پخش شد و همون ابراز احساساتی که ما در و یا شاهدان در دادگاه داشتن به همون شکل هم خانواده جان باختگان در ایران به ما انتقال میدادن و که اونها هم تحت تاثیر قرار گرفتن و خوشبختی این بود، یعنی شادی ما رو بیشتر میکرد زمانی که بتونیم تمامی کسانی رو که رنج عظیمی از این جمهوری اسلامی دیدن دعوت کنیم، ولی خب متاسفانه نه برای همه مطلوب بود که حضور داشته باشن و نه برای ما امکان چنین چیزی بود، ولی تمام کسانی که در این دادگاه بودن و مسائلشون رو مطرح میکردن رنجی بود که رنج درد مشترک بود که بیان میشد و مسلما تمام کسانی که این درد مشترک رو احساس کرده بودن احساس مشترکی داشتن و همه اشک ریزان بودن و شادی نتیجه دادگاه هم همگانی بود و عمومی. لحظه که این حکم اعلام شد و محکومیت ایران اعلام شد، نمیدونیم، شاید چند لحظه یک سکوت عجیبی در دادگاه بود، نمیدونستن مردم باید چه عکس العملی نشون بدن، هم شادی و هم اندوهی که واقعا جهان میفهمه که این جنایتی بزرگ بر علیه بشریت بود برای ما شکل دیگری گرفته. دوستانی که اونجا حضور داشتن، خانواده جان باختگان اونجا بودند، عکسای عزیزانشون رو در دست گرفته بودن و بعد دیدیم که با شور و شوق عجیبی سرودها خوانده میشد و فریاد میکشیدن، پیروزی همدیگر رو در آغوش کشیدن و این چیزی فراموش نشدنی. و
خانم اشرف آبادی، جدا از جامعه ایرانی و هموطنانمون در ایران، خیلی خلاصه بفرمایید به عنوان آخرین پرسش از جناب عالی، چه کار دارید میکنید که جامعه بین المللی رو بیشتر در جریان این دادگاه قرار بدید و نتایجش؟ آیا کاری در دست انجام در این زمینه؟ مسلماً تمام این صحنه‌های، تمام برنامه‌ای که الان پخش شد به طور زنده، تمام اینا ضبط خواهد شد، دوباره به صورت در یوتیوب گذاشته خواهد شد، در سایت خود ایران تریبونا خواهد آمد و کتاب شهادت این دوستان انتشار خواهد یافت. فیلم های این دادگاه رو ما ضبط میکنیم و در دسترس دوستان قرار میدیم و تمامی سازمان ها، ارگان هایی که ارتباطات به اصطلاح بین المللی رو برقرار میکنن در اینجا در جزئیات این برنامه قرار خواهند گرفت تا بغیر از جامعه ایران، جامعه جهانی هم متوجه این مسئله بشه و تلاش عظیمی در این رابطه در حرکت هست که مسائل رو بیان کنه برای جامعه جهانی. سپاسگزارم خانم، به امید این که هرچه زودتر ما فیلم های مربوط به این دادگاه رو دریافت بکنیم و مثل دادگاه قبلی، دادگاه لندن، شروع به پخش اون بکنیم. در این حال اگر ما بتونیم دسترسی به فایلی از شما پیدا بکنیم به صورت فیلم، ویدیو اگر باشه، تا 3-4 ساعت دیگه ما میتونیم یه فرصت 2 ساعته رو امروز به جای پخش فیلم سینمایی اختصاص بدیم به پخش این دادگاه. امیدوارم چیزی به دستمون برسه بتونیم این کارو بکنیم، وگرنه بعد از اینکه به طور رسمی فیلم ها رو منتشر کردید این کارو خواهیم کرد. برای شما آرزوی اوقات خوشی رو در هلند میکنم و به امید تحقق رویای آزادی برای همه ما. با تشکر از شما منم سعی میکنم که آن فایلی رو که مورد نظر شما هست تهیه کنم و در اختیارتون قرار بدم. اگر مقدور نبود پوزش شما رو بپذیرید و سعی میکنیم در زمان مناسب برای شما ارسال کنیم. با درود به شما و تمام بینندگان عزیزشون. متشکرم.
بینندگان ارجمند، این کار بسیار زیبای شادمهر عقیلی و آقای ابی خیلی رو من تأثیر گذاشته و به نظرم یکی از بهترین قطعه‌های موسیقی پاپ سال 2012 باید حداقل اون رو به حساب بیاریم. براشون آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. اجازه فرمایید که همونطور که وعده دادم در برنامه های هفته گذشته خودم و در شروع برنامه امروز بریم به دانشگاه استنفورد و میهماندار جناب آقای دکتر عباس میلانی استاد این دانشگاه باشیم که پذیرفتن در این روز یک شنبه وقتی رو برای ما اختصاص بدن و با هم صحبت کنیم. جناب دکتر میلانی سلام عرض کردم. مثل این که هنوز برقرار نشده رابطه ما با جناب دکتر میلانی، همکاران من در اتاق فنی تلویزیون در سعی میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن تا ببینیم که چطور میشه. میخواید که چون بعد از که آقای دکتر میلانی بیان احتمال پخش پیام‌های بازرگانی خیلی کمه، میخواید برید سر پیام‌های بازرگانی تا آقای دکتر میلانی رو بتونید بگیرید و بیاریدشون که با هم صحبت کنید؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، طناز فتحی هستم و سالیانی است در برنامه های گوناگون تلویزیونی در خدمت شما. برنامه های من جمله در خصوص مصاحبه با کارشناسان، متخصصان، صاحبان مشاغل، پزشکان و وکلا برای ارائه خدمات و سرویس این گونه عزیزان به جامعه ایرانی. از شما دعوت میکنم برای ساخت و پخش پیام های بازرگانی خود با ایده متفاوت و همچنین شرکت در برنامه کارشناسان و متخصصان تلویزیون اندیشه با من تماس بگیرید. ارائه بیزینس شما در تلویزیون اندیشه نتیجه موفق و متفاوت از هر آنچه که تا کنون دیده اید خواهد داشت. It's about time. شبترانی به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. Seven Theater, Beverly Hills, Los Angeles. شبترانی ابریشمین با دو درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است. شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها همراه بهترین های جهان. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن. برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیت را از Ticketmaster, SevenTheater.org, FarhadMusic.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with فرهاد and شهریار. پاناما خانه دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک کشور زیبا، امن، با ثبات، دور از جنجال‌های سیاسی، اقتصادی و یا ضایعات طبیعی هستی، پاناما می تواند خانه دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و مهاجرت به پاناما با دفتر مرکزی جوین پاناما تماس حاصل فرمایید. 818-394-6503 و یا به سایت www.joinpanama.com مراجعه فرمایید. بیشن اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2،
ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و آیلتس، اخذ جواز اوفک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. همچنین برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا و دریافت فرم ثبت نام به مجله جوانان و یا وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز 310-271-3600. گروه حقوقی کلارک فاونتن با مجموعه 120 سال تجربه کاری در سراسر آمریکا می تواند دعاوی حقوقی شما را در موارد تجاری، کاری، صدمات بدنی، ناشی از اشتباهات پزشکی و تصادفات اتومبیل بدون پیش پرداخت قبلی انجام دهد. شما در صورت موفقیت در دعاوی حقوقی خود به ما پرداخت می کنید. برای مشاوره رایگان با سیروس نیاکان عضو گروه حقوقی کلارک فاونتن تماس بگیرید. بختیاریات گروپ به مدیریت عسکر بختیاری با افتخار به اطلاع هموطنان میرساند که در 7 مرکز معتبر فروش اتومبیل همراه با همکاران فارسی زبان در خدمت شماست تا شما را در خرید اتومبیل های نو و دست دوم یاری دهد. هانتینگتون فورد، بیچ بولوار، پوینت هیلز، میتسوبیشی، پوینت هیلز، آنهایم، میتسوبیشی، آنهایم، کپیتال میتسوبیشی، سن هوزه، منلو مزدا، ردوود سیتی، ستیونز کریک سوبرو، سن هوزه و پوینت هیلز سوبرو. ضمناً نگران کردیت خود نباشید، چون ما میتوانیم به شما کمک کنیم. در فروش هیچ کس قادر به شکستن قیمتهای ما نیست. در روی سایت www.bakhtiariatogroup.com بیشتر با ما آشنا خواهید شد. bakhtiariatogroup.com. بینندگان ارجمند، در این دقایق ارتباط ما با جناب دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد برقرار شده و با هم شروع میکنیم به صحبت کردن. جناب دکتر میلانی سلام. سلام از بنده قربان به شما و به همه بینندگانتون در اقصا نقاط جهان. سپاسگزارم جناب دکتر میلانی که قبول کردید این روز یک شنبه رو با ما سر کنید و به پرسش‌های متعددی که به علت اینکه مدت‌ها ما فیض حضور شما را ازش برخوردار نبودیم پاسخ بدید ممنونم. جناب دکتر میلانی، آقای اوباما رو نگاه میکردم دو سه روز پیش، به خصوص که فیلمی تهیه کرده بودن از زندگی رامنی و اوباما در برنامه فرانتلاین شبکه پابلیک آمریکا. چهره اون جوان شاداب رو دیگه من نمیبینم، موهاش جوگندمی شده، پیر شده، در حالی که زمان خداحافظی آقای سرکوزی، نیکولا سرکوزی رو من به خاطر میارم که ایشون بعد از 6 سال که ریاست جمهوری بر عهده داشت، خب هم جوانتر شده بود و سرحال بود و هم همسر سابقش رو طلاق داده بود و با یه پریرو میرفت که دوران بازنشستگیش رو بگذرونه. شما من بفهمید که واقعا چه تفاوتی هست، چه باری هست بر دوش یک رئیس جمهور در امریکا و چه تفاوتی داره سیاستمدار بودن در امریکا با اروپا، که یکی در اونجا مثلا فرض کنید الان آقای برلوسکونی نخست وزیر سابق
ایتالیا هم دارن محاکمه میکنن، ولی ایشون هنوز همونجور سرحال و قبراق هست و دنبال ماجراجویی های جنسی خودش هست. این تفاوت ممکنه بفرمایید از چی ناشی میشه؟ اولا دو تفاوت هست. یک اینکه پیرمردایی که میرن دنبال جوانان پریرو، خب اونها معقولشون جداست. در به گمان من در هر عالم سیاست، نه تنها در فرانسه بلکه در عالم هر جایی، باید جوابگوی این باشن که به هر حال چرا یه چنین تصمیمی گرفتن. حتما در خیلی از موارد دلیل موجهی است، ولی در فرانسه زندگی خصوصی رؤسای جمهور واقعا محل اعتنای افکار عمومی نیست. کمان که آقای میتران مثلا، آقای میتران در تمام دورانی که نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود، یک خانم دیگری هم دانسته، همه میدونستن، معشوقش بود، از اون خانم یک بچه داشت، اون خانم بچه همراه میتران در بسیاری از این جلسات شرکت میکرد و مردم احساس میکردن زندگی خصوصی رئیس جمهور با کارکرده اجتماعیش فرق نمیکنه. در آمریکا اینطور نیست. آمریکا به هر حال هم جامعه مذهبی تری است، هم جامعه است که در این نوع مسائل به خصوص در سالهای اخیر، در آمریکا هم اگر برگردید مثلا به 50 سال پیش، همه در واشنگتن میدونستن که جان کندی زندگی خصوصی بسیار شلوغی داره و خیلی روابط زیادی داره، با مارلین مونرو روابط داره، ولی وارد این بحث نمی کردن. 80 سال بعد برگردید، روزولت، فرانکلین روزولت فلج بود، خودش نمیتونست وای بسه، ولی در تمام دوران ریاست جمهوریش یک عکس از او در حالت فلج نشون ندادن، برای اینکه فکر میکردن اون مسئله خصوصیشه. الان یک موجی را افتاده در آمریکا که هر چیز خصوصی افراد بخشی از برنامه انتخاباتیه. در مورد منصفی شدن هم من فکر میکنم آقای بوش هم اگه نگاه بکنید، عکس بوش و قبل از رئیس جمهوری و بعدش نگاه بکنید، یا عکس کلینتون، اینها در کار خیلی شکسته سریع میشن. کار سنگینی است ریاست جمهوری، انتخابات سنگینی بایستی کرد و به گمان من این در چهره هاشون نشون میده. جناب میلانی، من یه ارزیابی شما رو میخوام از دوران 4 ساله آقای اوباما. به نظر خودم به عنوان پرسش خدمتتون مطرح میکنم، اوباما ماه عسل دوران حکومت خودش رو به علت بی تجربگی، به خاطر اینکه بخواد با طرف مقابل کامپرومایز کنه، مصالحه بکنه، به توافق برسه، شاید از دست داد. و ضمن اینکه پروژه هلکر پروژه مهمی بود، به یک پروژه مهم دیگه یعنی مسئله اشتغال توجه کافی نکرد. ارزیابی جناب عالی رو میخوام به عنوان یک استاد علوم سیاسی در مورد 4 ساله حکومت آقای اوباما، و بعد میخوام که این رو مقایسه‌ای بفرمایید با اون چه که آقای رامنی داره میاره به جلو و تفاوت‌های این دو نفر رو توضیح بفرمایید. ببینید، من فهم کنم امروز دیگه همه تقریبا میپذیرن که وقتی اوباما سر کار اومد، آمریکا با جدیترین بحران تاریخ اقتصادی بعد از 1929-1930 مواجه بود. بعضی معتقدن که شاید این بحران وسیع‌تر بود، برای اینکه ابعاد این کثافت‌کاری هایی که بانک ها کرده بودن، بدهکاری های بی پشتوانه که داشتن، اصلا سر به فلک میزد. من فکر میکنم حرف شما درسته. اوباما در یک سال اول، یکی دو سال اول، مقدار زیادی از اون سرمایه سیاسی رو که داشت صرف گذاشتن این لایحه کرد، لایحه به اصطلاح بیمه عمومی کرد، و برای اینکه اون لایحه رو تصویب بکنه ناچار شد بدبستون‌هایی بکنه که زیاد نه جناح چپ حزب خودش، جناح وسط حزب خودش ازش راضی بودن، جمهوری خواهم که در جا باش مخالفت کرده بودن. یادتون نره که رئیس جمهوری خواه ها در سنا تقریبا 2 سال پیش گفت که برنامه اصلی ما اینه که نگذاریم اوباما دوباره انتخاب بشه. یعنی این یه پدیده به گمان من بی سابقه است در تاریخ که یک سناتوری بگه ما 2 سال آیندهمون صرف اینه که نذاریم این مرد دوباره انتخاب بشه. پس اشتباهاتی کرد بدون شک، ولی دستاوردهایی هم داشت. الان اقتصاد آمریکا
به گمان من در حالت یک خیزش، بدون شک مقدار بیکاری خیلی بیشتر از اونی که بایستی باشه، ولی به نظر من تفاوت اساسی بنیادینی بین نگاه اینها به اقتصاد هست. و من فکر می‌کنم سوال شما خیلی خوب آدم، به جای اینکه در مورد اینکه کی بیشتر اشتباه کرد کی کمتر، سعی کنه این دو تفاوت رو بفهمه. واقعا منم سعی می‌کنم اینها رو بدون از بدور از تعصب یا علاقه شخصی بگم. ببینید این واقعیت وجود داره که از زمان آقای ریگان دو نوع جواب برای بحران اقتصادی آمریکا وجود داشت. از قبل از ریگان در دوران کارتر این بحران آشکار شده. یک جوابش جواب ریگانه یا اقتصاد ریگانیه، یه جوابش در واقع اقتصاد کینزیه، اقتصادی است که به سالهای 1920 و 30 برمیگرده. کینزی که از بزرگترین اقتصاددانهای قرن 20 بود، اقتصاد آمریکا از دوران روزولت به بعد اساساً مبتنی بر سیاست کینزی. ریگان اومد اینو عوض کرد، به یک الگوی کاملا متفاوتی آورد. الگوی کینز این بود که وقتی نابسامانی اقتصادی، وقتی ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا میشه، وقتی رژیم به بحران میره که حتما میره، ما باید طبقه متوسط و فقیر رو کمک بکنیم که یک تقاضا رو بالا ببریم و با بالا رفتن تقاضا ارزم ایجاد خواهد شد و نظام به دور طبیعیش برمی‌گردد. این اساس اقتصاد کینزیه، من سادهش کردم ولی اساس داشت. ریگان معتقد بود که نه، راه حل این بحران این است که دست رو برای سرمایه گذاری بازتر بکنیم، قواعد رو از بین ببریم، مالیات های سرمایه دارا رو کمتر بکنیم، اونها رو ترغیب بکنیم که سرمایه گذاری بکنن. اگر اونها سرمایه گذاری بکنن بحران حل خواهد شد. تجربه به گمان من 30 سال اخیر نشون داده که اون راه حل چندان بحران آمریکا رو حل نکرده. کینز هم حل نکرده هنوز، سیاست کینزی، ولی حدس من این است که راه حل کینزی احتمال این که بتونه این رو حل بکنه، کمون که الان میبینیم که در یک سیر نزولی اقتصاد آمریکا است. همین الان برای اولین بار بیکاری در بعضی جاها اومده در 7.5 نزدیک 8%، یا اون نره بالای 10% بود. و بخشی از این بیکاری هم بیکاری است که هیچ کسی در موردش نمیتونه، اینا بیکاری ساختاری است به اصطلاح، کارهایی است که از آمریکا رفته در چین. اپل در چین یه دلار در ساعت 2 دلار میده، کامپیوتر ایجاد میکنه اینجا 500 دلار 1000 دلار میفروشه، باید یه جوری متقاعدش بکنم برگرده اینجا ساعتی 25 دلار به کارگر آمریکایی بده همون کامپیوتر رو، شاید با کیفیت اندکی بهتر بسازه. جناب دکتر میلانی، زمانی که ریگانیزم مطرح شد ما با اقتصاد گلوبالی مواجه نبودیم به شکلی که امروز هستیم، یعنی 32 سال پیش. امروز این عامل وارد شده و خب سرمایه هم به طور طبیعی دنبال سود بیشتره. نمونه بسیار زنده‌ای که مطرح فرمودید استثماری است که شرکت اپل میکنه از کارگر چینی، و در این حال که بزرگترین فروشش در خود ایالات متحده آمریکا هست و از سیلیکون ولی برخواسته و همه اینها رو برده به جلو. اما حقیقت چه بخواید، یه نسبت کارمندای اپل در چین 10 برابر کارمندای اپل در ایالات متحده آمریکاست. چطور ممکنه که بشود اپل رو قانع کرد برگرده و سرمایه گذاری بکنه در آمریکا؟ چطور ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ نمیشه. دقیقا همونطور که فرمودید اقتصاد سرمایه‌داری جهانی شده، سرمایه هم دنبال سود میره، از روز اول سرمایه‌داری هم کارش همین بوده. کار مدیر اپل هم دل سوزوندن برای این کارگر یا اون کارگر بر اساس منطق سرمایه‌داری میگم، نه منطق اخلاقی. اون وظیفه‌اش اینه که سود سهام رو بیشتر بود. سود سهام رو از این طریق بیشتر میکنه که میره چین. البته این هم هست که با رفتن اپل در چین سطح زندگی کارگرای چین یا هند
خیلی بالاتر رفته. در هند در نتیجه آوردن این صنایع به اصطلاح مونتاژ الکترونیک میگن 300 میلیون به طبقه متوسط پیوستن. یعنی اون کاری که مثلا ایران بایستی میتونست و کاملا تواناییشو داره و داشت که انجام بده که یک مرکز تولید و حتی تحقیق برای کار کامپیوتری بشه، هند گرفت، چین گرفت و اونو نمیشه برگرد. ولی میشه تو آمریکا مثلا کمک کرد به اون کارگری که قرار بود تو اون خط وایسه و تولید بکنه، تعلیماتی داد که بتونه در قسمت مثلا طرح این کار، چون طراحی این کار، تحقیقات این کار، مدیریت فنی این کار، بازگشت این سود این کار همه به آمریکا برمیگرده دیگه. این واقعیت به نظر من هم هنوز چین به رغم همه اون نوتروپی که میکنه چه چیزی اختراع کرده که تونسته جهانی بشه. شما 10 سال اخیر رو نگاه بکنید ببینید مهمترین اختراعاتی که سطح جهان رو گرفته یک دونش از چین نمیده. اونا مونتاژ کننده هستن، همون چیزی که ماهو میگفت تجسم نظام نیمه مستعمره هست، تصمیم گرفتن بپذیرنش. ولی اونو نمیشه برش گردون، ولی میشه آمریکا رو، نیروی کار آمریکا رو تربیت بیشتری کرد، تحصیلات رو براشون میسرتر کرد، کمک دولت به تحقیقات دانشگاهی رو بیشتر کرد. ما الان هر روز متوجه این هستیم در همین کالیفرنیا، ببینید نظام دانشگاهی کالیفرنیا که یک زمانی بهترین نظام دولتی دانشگاهی به گمان من در دنیا بود، الان با یه بحران عجیب ساختاری روبرو شد. 1 میلیارد دلار از استیت یونیورسیتی ها کم کردن. دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه یو سی ال ای، سان دیگو، دیویس، اینا همه با کمبودهای بودجه جدی مواجه هستند و سال آینده بدتر خواهد بود. حاصل این خواهد شد که استادای درجه یکیشون از دست میدن، دانشجویان درجه یکیشون از دست میدن و یه سیستم دانشگاهی که یک زمانی واقعا در سطح جهانی بهترین بود، الان تبدیل داره میشه کم کم اگر به دادش نرسن به سیستم درجه 2. اگر سیستم درجه 1 باشه میتونه کمک بکنه که طبقه تحصیل کرده ای تربیت بکنه که برای نیروی کار آینده تخصص کافی برخورداره. نیروی کاری که در خدمات باشه یا در خط تولید باشه، اون به نظر من تعدادش در آینده آمریکا به خصوص در تولید، خدمات حالا اینجا میتونه زیادتر بشه ولی تولید به نظر من دشوار برگردوندن اون کارها. جناب دکتر میلانی، به عنوان یک استاد علوم سیاسی در ایالات متحده آمریکا، اون هم در دانشگاه استنفورد، شما حس نمی کنید که این دموکراسی آمریکا از یه نوع بیماری رنج میبره؟ بیماری که در کشورهای دیکتاتوری یه شکل دیگه است ولی در اینجا به یه شکل دیگه ما داریم عوارضش رو میبینیم. فیلمثل نداشتن ترم لیمیت برای نمایندگی مردم رو کردن و اینکه یه نفر 30 سال میمونه در کنگره، در سنا یا مجلس نمایندگان تا روزگاری که 90 سالگی میرسه، 80 سالگی میرسه، حتی سنش مورد نظر من نیست، اینکه یک حالت میراثی پیدا میکنه و اغلب به فرزندانشون هم میرسه. یعنی کافی شما خدای من بگید اون معاون رئیس جمهوری که باخت به آقای بوش، کاندیدای ریاست جمهوری، الگور پدرش سناتور بود، خب خودش هم سناتور شد اومد. یه نوع من حس میکنم گرایش به نوعی پادشاهی در این رگه های مختلف دیده میشه، میراث بری سیاسی دیده میشه. این با ذات دموکراسی و رأی مردم فکر نمیکنید در تضاد؟ وقتی که از اون طرف هم سوپریم کورت آمریکا میاد و اجازه میده کورپوریشن ها اجازه داشته باشن لا تو عد و ولا توسا هر چی میخوان بریزن برای فایننس بکنن کاندیداها رو، این مسئله هست یا من آدم بدبینیم؟ نه من فکر میکنم آدم خیلی هم بدبین نیستید، هم خیلی دو نکته دست گذاشتید که به گمان من نکات بسیار حساسی هستن. نکته دوم به نظر من خیلی جدیتره. نکته اول هم جدیست و دلیلی که میگم چرا کمتر جدیست چیه؟ خیلی ها بحث کردن که
درسته که تقریبا 97% کسانی که در کنگره انتخاب میشن در انتخابات مجدد دوباره انتخاب میشن. این حرف شما کاملا از لحاظ آماری درسته. اینا تبدیل میشه به یک کار دائمی و بخش عمده وقتشون هم از روز اولی هم که وارد مجلس میشن، به خصوص در سالهای اخیر، عملا میگم از روز اول کارشون صرف این میشه که سعی کنن بودجه برای انتخابات مجدد خودشون پیدا بکنن. ولی یه فایده ای که عده میگن داره اینه که خب بعد از این مدت اینها در کارشون تازه وارد میشن، سال اول و دوم و سوم و پنجم پیچیدگی های مثلا بودجه رو، پیچیدگی های قانون گذاری رو کمتر یاد میگیرن. یعنی اگر فایده برای این عدم وجود محدودیت باشه همینه، ولی منم فکر میکنم که محدودیت بایستی باشه. منم فکر میکنم که محدودیت بعد از اینکه این افراد میدید، با سناتورهایی داشتیم که عملا نیمه جسدشون رو میآوردن در سنا برای اینکه بیان یه رأی بدن، بعد برشون میگردوندن و دلیلی هم که اون محلشون، اون ایالتشون اینها رو انتخاب میکرد این نبود که نمیدونستن اینا در حال موتن، برای این بود که میدونستن اینا اونقدر در کنگره نفوذ دارن که میتونن میلیاردها دلار پول به ایالتشون بیارن، هزاران کار از طریق مثلا صنایع نظامی به اونجا بیارن. این به نظر من گیره، ولی یعنی یک کمبوده و بایستی به نظر من بهش یه فکری کرد. ولی مسئله دومی که شما بهش اشاره کردید، این تصمیم اخیری که دادگاه عالی گرفت که بر اساس اون شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان حق دارن هر چقدر میخوان در حالی که به یک کاندید کمک نکنن برای هر اندیشه فعالیت بکنن، این به گمان من در مفهوم جدی دموکراسی آمریکا رو به عنوان دموکراسی که در اون یک نفر یک رأی داره رو زیرابش رو خواهد زد. برای اینکه کسانی که میتونن مثل پس آقای ادلمن 150 میلیون دلار 200 میلیون دلار تا به حال خرج کرده، رأی اون که مساوی با رأی من نیست که، این یه بی‌عدالتی ایجاد کرده و یک عدم توازن ایجاد کرده و به شرکت‌های بزرگ قدرتی داره میده که به نظر من برای آینده دموکراسی آمریکا بسیار بسیار جدی است. حدس من اینه که اگر قرار دموکراسی آمریکا تداوم پیدا کنه، و من فکر میکنم تداوم پیدا میکنه، برای اینکه در گذشته هم با مخاطرات مشابهی روبرو بوده، ولی یه رژیمی است که خودش رو دائم اصلاح میکنه. یادمون نره من سال اول 1964 به آمریکا اومدم. وقتی در 64 به آمریکا اومدم، نصف رستورانهای آمریکا آقای اوباما رو راه نمیدادن. الان اوباما رئیس جمهور مملکت شده. این نظامی است که ضعف‌های خودش رو، نارسایی‌های خودش رو به نظر میاد میتونه اصلاح بکنه. این قانون که یک دادگاه محافظه‌کار تصویب کرده، به گمان من از مصادیقی است که حتما بایستی در کنگره بهش بازاندیشی بشه و حدس من این است که قابل دوام نخواهد بود، وگرنه همون که شما میگید ما به طرف یک نظامی پیش میریم که شرکت‌های بزرگ هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام. جناب دکتر میلانی، پاسخ شما منو به یه سوال دیگه در همین زمینه میرسونه که در دوره 4 سال آینده که 6 ماه نوامبر تکلیفش روشن میشه، 7-8 روز دیگه، اگر آقای رامنی انتخاب بشه و اگر آقای یا آقای اوباما، به نظر من میرسه مهمترین مسئله‌ای که ما باهاش مواجه هستیم مسئله اقتصادی نیست، هلکر نیست، یک اتفاق دیگه است و اون این است که در دوره 4 سال آینده احتمالاً 2 تن از قضات دیوان عالی کشور امریکا به دلیل مرگ یا بازنشستگی از دور خارج خواهند شد. اگر اوباما انتخاب بشه، قاعدتاً کسانی که انتخاب میکنه یک نگاه لیبرال دارن، حقوق اقلیت‌ها رو بیشتر بهش توجه دارن، با همجنسگرایان سر سازگاری بیشتری دارن، با آزادی بیان چهره متفاوتی دارن و ده ها مورد دیگه.
اما اگر آقای رامنی انتخاب بشه، به نظر میسه آقای رامنی دو قاضی محافظه‌کار میاره و بسیاری از چیزها مثل ابورشن سخت جنین برای زنان آمریکایی یک مسئله جدی است، اصلا مسئله کمیتی نیست. کافی است که به طور کلی این قضیه برگرده و عقایدی مثل پور رایان و اون سناتوری که اخیرا پیدا شد، کاندیدایی که پیدا شد، گفت اگر در نتیجه ریپ زنی حامله بشه، خب این خاص خداست. اگر یه همچین کسی وارد سوپریم کورت ایالات متحده آمریکا بشه، فکر نمی‌کنید باید از آمریکا مهاجرت کرد؟ والا من غلط بکنم برای مردم تعیین تکلیف بکنم که از آمریکا مهاجرت کنند یا نه، ولی من فکر می‌کنم که دوباره حرف شما کاملا درسته. یکی از مهمترین مسائلی که در این انتخابات هست و شاید به اندازه این بینش اقتصادی مهمه و بینش جهانیشون هم مهمه، برای اینکه اونم به نظر من یه تفاوت مهمی بینشون هست، همین انتخاب این قاعدتاً حداقل دو عضو جدیده. یعنی اگر آدم مسیر طبیعی زندگی این افراد رو نگاه بکنه و اشاراتی که در گذشته کردن، خانم گینزبرگ مثلا سرطان داره، قاعدتاً اگر اوباما ببره حتما استعفا خواهد داد، یکی دیگه از دموکراتایی که در اونجا هست هم همینطور. و الان ترکیب دادگاه عالی یه ترکیب بسیار جالبی است، یعنی 4 نفر لیبرال هستن، 4 نفر محافظه‌کار هستن و در برخی موارد یکی از محافظه‌کارها، یک اون نفر پنجم که گاهی آقای کندی است، گاهی مثلا در قضیه هیلتکر خود رئیس دادگاه پیوست به لیبرال ها، اون این در واقع تساوی رو میشکنه. اگر دو عضو جدید به این اضافه بشن، ترکیبش کاملا عوض میشه. بسیاری از این قوانین که بهش اشاره کردید، قوانین مثلا نحوه کنترل انتخابات، جمهوری‌خواها خیلی مایل هستن که رأی دادن اقلیت ها رو دشوارتر بکنه. در خیلی از ایالت هایی که الان مورد نزاع هست، یه دعوای اصلی برای این است که مثلا حتی سیاه پوستی که ممکنه کارت شناسایی درست حسابی نداشته باشه، نذارن در انتخابات شرکت کنه، که باید مثلا 2 تا کارت شناسایی داشته باشی. این قوانین به نظر من همه با یک دادگاه عالی که اکثریتش برگزیده یا همسو با اوباما باشن، محلی از اعراب نخواهد داشت. ولی اگر کسانی مثل آقای کلرنس تامس بیان یا کسانی مثل آقای اسکالیا بیان که واقعا بعضی از احکامشون برای منی که الان مثلا 20 ساله در آمریکا هستم شگفت‌انگیزه، خب اون ترکیب قوانین رو به نظر من به طور جدی عوض می‌کنه. جناب دکتر میلانی، فلسفه این کارت الکترال چیه در آمریکا؟ این تضمین کننده چه چیزی است؟ فلسفه الکترال اتفاقاً به نظر من سوال بسیار بسیار خوبی است، برای اینکه آدم ریشه های تاریخیش رو اگه بفهمه، میفهمه که الان برای چی دارن این کارو میکنن. ببینید، وقتی آمریکا تشکیل شد، در واقع 13 دولت مستقل بودن که داشتن می آمدن با هم یک کشور واحد تشکیل دادن، یه چیز شبیه به اروپای امروز، اتحادیه اروپا. یعنی هر کدوم از این ایالت ها واقعا داعیه استقلال داشت. اینا اومدن و از ترکیب این یه دولت فدرال ایجاد کردن، ولی ایالت های کوچک می گفتن که ما در مقابل ایالت های بزرگ صنعتی رأی مساوی نخواهیم داشت، ما همیشه یه حاشیه نشین خواهیم. اینا دنبال سیستمایی گشتن که این ایالت‌های کوچک رو راضی کنن که بپیوندن به این اتحادیه. دو کار کردن، یکی دو کار عمده، یکی سیستم الکترال بود، یکی این که گفتن ما سیستم دو مجلسی درست میکنیم، یه مجلس به تناسب جمعیت، یه مجلس، مجلس سنا که به اندازه مجلس دیگه قدرت داره، از هر ایالتی 2 تا. یعنی کالیفرنیایی با این عظمتش
همون دو تا سناتوری رو داره که مثلا داکوتا با 3 میلیون مثلا جمع کرده. این برای این بود که داکوتا ها رو متقاعد بکنن که بیان اونجا. بعد ایالت های کم جمعیت گفتن که ما اگر تو انتخابات بیان تو این دولت فدرال در انتخابات رئیس جمهور، ما بازم محلی از اعراب نخواهیم داشت، کاندید رئیس جمهور به داکوتا نخواهد آمد، اونا میرن نیویورک، میرن کالیفرنیا، برای اینکه رأی تعداد رأی عمومی اونجا هست دیگه. برای اینکه اونها رو راضی بکنن گفتن انتخابات رو دو مرحله میکنن، دو نوعی میکنن. یکی کاندید باید هم رأی عمومی رو ببره و هم کالج الکترال رو ببره. این کالج الکترال در ایالت ها شماره شون ترکیبی است از تعداد کسانی که در کنگره نماینده دارن به علاوه یکی دو نفر دیگه مقامات انتخاب شده. این به این ایالت های کوچیک فرصت میده که در انتخابات اهمیت پیدا کنند. شما در کالیفرنیا هستید، من در کالیفرنیا هستم. الان من در ظرف سه هفته اخیر یک تبلیغ رامنی یا اوباما در تلویزیون ندیدم. برای چی؟ برای اینکه اوباما میدونه اینجا رو میبره، رامنی میدونه اینجا رو میبازه. تمام فعالیت اینا الان در 7-8-10 تا ایالت کوچیکه، یکی مثلا میشیگان، پنسیلوانیا بزرگ، فلوریدا نسبتا بزرگ، بقیه این ایالت های کوچیکن. این ایالت های کوچیک هرگز این توجه رو پیدا نمی‌کنه اگر سیستم الکترال نبود. ولی این سیستم کمبود داره، الان با این کمبودهای جدی بودی مواجه هستیم. انتخابات سال 2000 بهترین مصداقش بود. آقای گور با 500,000 رأی انتخابات عمومی رو برد و همون شورا دادگاه عالی که شما بهش اشاره کردید با یک تصمیم شگفت‌انگیز بازخوانی آرا رو در فلوریدا متوقف کرد و رسماً 550 برگه نتیجه انتخابات رو به نفع آقای بوش تغییر داد. از اون زمان خیلی ها در این جهت حرکت کردن. الان چندین گروه در آمریکا فعالند که یا سیستم الکترال رو کاملا از بین ببرن که به نظر من بعید ایالت های کوچیک باش موافقت بکنن، ولی یه راه دیگه هم هست که یه جوری در واقع تنظیمش بکنن که اون کسی که رأی اکثریت رو میگیره نتونه با سیستم الکترال به اون آسونی که مثلا در 2000 باخت ببازه. جناب دکتر میلانی، اجازه بدید که آمریکا رو همینجا نگه داریم. اینا همش به خاطر این است که مدت زیادی من با شما گفتگو نکردم. حالا زیر سوالا اینا رو باید بذارم کنار، چون اینا هر کدومش باز یه سری زیر سوال داره، اونا رو میریم کنار برای اینکه وقت نمیرسه. اما یه نکته دیگه ای رو از حضورتون بپرسم و استدعا کنم که پاسختون رو آماده کنید برای پس از پیام‌های بازرگانی تلویزیون که با بینندگان ما مطرح بفرمایید. در دوران اوباما و به خصوص در این چند ماه اخیر یک سردی عجیبی در روابطش با اسرائیل دیده میشه و به ویژه با نخست وزیر اسرائیل و حتی موضع‌گیری صریح و روشن اوباما در مورد اینکه من به مسائل امنیت ملیم توجه دارم و به این سرصداها بی توجه هستم و در رابطه با ایران به خصوص این مسئله مطرح شد. آیا این سابقه داره در از دوران ریگان تا امروز، این فاصله گرفتن از اسرائیل با توجه به اینکه رئیس جمهور میدونه که نمیتونه این پیوندها رو انکار بکنه و متحد استراتژیک اسرائیل هست و گفته اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره ما پشت سر اسرائیل خواهیم ایستاد، ولی نمیگوید که اگر اسرائیل حمله بکنه ما پشت سر اسرائیل خواهیم ایستاد. این واژه خیلی تفاوت داره و سرباز زدنش از دیدار با آقای نتانیاهو و سکوت این چند هفته اخیر آقای نتانیاهو دیگه با آتش دامن نمیزنه. اجازه فرمایید پاسخ شما رو پس از پیام‌های بازرگانی به این پرسش داشته باشه. مرسی. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست.
بار دیگر آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان، برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا، سرزمین فرصت‌های طلایی، بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. مالکیت دائمی در پاناما. با خرید ملک در کشور پاناما مالکیت دائم خواهید داشت. خرید ملک در پاناما همانند ایران، آمریکا و کانادا دائمی است و تحت بیمه‌های بزرگ جهان سند مالکیت شما تضمین خواهد شد. سرمایه‌گذاری و خرید ملک در پاناما که یکی از باثبات‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، طی 10 ساله گذشته همواره به طور چشمگیری بالا رفته است و با برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای چون بودجه 5 میلیارد دلاری گسترش کانال پاناما، ایجاد مترو در پاناما سیتی و گسترش فرودگاه بین‌المللی پاناما و افتتاح این پروژه‌ها در سال 2014، پاناما سیتی به یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان تبدیل می‌شود. برای سرمایه‌گذاری و مهاجرت به پاناما با دفتر مرکزی جوین پاناما تماس حاصل فرمایید. 818-394-6503 www.joinpanama.com. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. کودک درون، کنفرانس 16 ساعته دکتر فرهنگ هلاکویی، شامل 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوسلدورف، شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. استکهلم، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، 22 تا 25 اکتبر، 5 تا 9 بعد از ظهر، ورودی 600 کرون. لندن، شنبه و یک شنبه، 27 و 28 اکتبر، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، ورودی 80 پوند. گوتنبرگ، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، 29 اکتبر تا 1 نوامبر، 5 تا 9 بعد از ظهر، ورودی 600 کرون. هامبورگ، شنبه و یک شنبه، 3 و 4 نوامبر، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و کارت ورودی با شماره هر کشور تماس گرفته و یا با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 در آمریکا و یا وبسایت drholakui.com جای خود را رزرو فرمایید. بینندگان عزیز، در ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، در خدمت ایشون هستیم. قبل از پیام‌های بازرگانی از جناب دکتر پرسشی رو مطرح کردم در زمینه سردی روابط آمریکا و اسرائیل، به خصوص شیوه برخورد اوباما در چند هفته اخیر با آقای نتانیاهو. جناب دکتر در خدمتتون هستیم.
ببینید، اولا اینکه سردی در روابط بین آمریکا و اسرائیل هست، نظر برخی از منتقدین و مفسرین، همین امروز مثلا در روزنامه، همین امروز صبح در روزنامه هارتس اسرائیل، آقای دنیس راس که مشاور عالی اوباما بود تا چند ماه پیش در مورد خاورمیانه، میگه کمک ها و همدلی اوباما با اسرائیل بی سابقه است و مصادیقش هم هست و میتونم بگم مثلا نوع بمب‌هایی که دولت بوش حاضر نشد به اسرائیل بده دولت اوباما داد. ولی وقتی که انتخابات نزدیک شد، من فکر میکنم آقای نتانیاهو یه اشتباه بزرگی کرد و اون این بود که فکر کرد اوباما ضربه پذیره و وقتی که رامنی کاندید شد، رامنی و نتانیاهو از 30 سال پیش با هم دوستی دارن، با هم یه شرکتی یه مدتی توی کار میکردن، یک نوع دخالتی سعی کرد در سیاست آمریکا بکنه، یه نوع جانبداری سعی کرد بکنه از رامنی که به گمان من بی سابقه بود در تاریخ چند دوباره انتخاباتی که من دیدم. خیلی ها در اسرائیل به غیر از آقای نتانیاهو و دست راستی هایی که ازش حمایت میکنن، با این کار مخالف بودن. اونا معتقد بودن که نباید با آقای اوباما در افتاد، نباید امریکا رو دستش رو تو پوست گردو گذاشت، نباید تهدید کرد. و بعد اون نوار معروف آقای رامنی در اومد که گفت 47% آمریکا مفخورن و مالیات نمیخوام بدن و من طرفم اونا نیست. یه دفعه انتخابات آمریکا دینامیزمش عوض شد، اگه یادتون باشه. در واقع مناظره اول یه کمی دوباره به انتخابات یه دینامیزم بیشتری داد، ولی بعد از اون ارقام همه پرسی ها مثلا میگو 15-16% اوباما جلو. تو اون زمان من فکر میکنم حتی آقای نتانیاهو به این نتیجه رسید که 4 سال دیگه بایستی با اوباما سر بکنه و با اینکه این دو نفر آشکارا با هم رابطه خوبی ندارن، ولی رابطه اسرائیل با آمریکا به نظر من رابطه بسیار مستحکمی است. و در گذشته هم دوستان گاهی فراموش میکنن، در گذشته هم تنش‌های خیلی جدی بین اسرائیل و آمریکا وجود داشته. 1956 وقتی اسرائیل و فرانسه و انگلیس به مصر حمله کردن، آمریکا در کنار مصر قرار گرفت. آمریکا تهدید کرد که باید جنگ رو تموم بکنه. در دوران ریگان، من توصیه میکنم دوستان برن سعی کنن اون شهادتی که آقای بیکر داد در کنگره آمریکا، گفت ما از دولت اسرائیل خواستیم که خانه سازی ها رو متوقف کنه، اینا به ما گوش نمی کنند و ما قدم های بعدی رو برخواهیم داشت. قدم بعدی به عهده ایشونه، تلفن منم اینه اگه میخوان با من تماس بگیرن. پدیده شگفت انگیزی بود در روابط ایران، اسرائیل و آمریکا. این تنش ها در گذشته بوده، الان هم به گمان من هست. تنش در مورد ایران هست، در مورد خط قرمزی که به اصطلاح باید برای ایران قائل شد هست، خط قرمز در مورد دیگر مسائل منطقه هست. ولی یک پیوند استراتژیک و همسویی استراتژیک هم هست که به گمان من در این تنش‌ها معمولا سایه می‌گذارد. جناب دکتر میلانی، در ایران در چند هفته اخیر یک نوع حالت صبر و انتظار دیده میشه در رابطه با آمریکا. به نظر میرسه که سران جمهوری اسلامی سعی میکنن با این دوران مدارا کنن و بسازن تا بعد از 6 نوامبر بدونن که به هر حال از آستینشون چی باید در بیارن و چگونه با آمریکا باید مواجه بشن. آیا به نظر شما در رابطه با ایران چه تفاوت‌های اساسی در سیاست‌های اوباما و رامنی قابل ملاحظه و قابل تشخیصه؟ ببینید، یک متاسفانه یک گرفتاری که حداقل من با فعالیت‌های انتخاباتی آقای رامنی دارم اینه که خیلی دشواره این که آدم واقعا بفهمه موضع واقعیش کدومه. موازش رو از دوران قبل از انتخابات
مواضع بسیار دستراسی بود برای اینکه به اصطلاح تی پارتی رو و جناح راست حزب رو متحد بکنه، اون مواضع با مواضعی که در واپسین مناظره گرفت اصلا از زمین تا آسمون فرق میکرد. در مناظره عملا در سیاست خارجی گفت بله هرچی آقای اوباما کرده من هم باش موافقم. واقعیت اینه که وقتی کسی انتخاب میشه این سازمان ها و ساختمان پیچیده نظام دولت آمریکا، منافع همون شرکت هایی که شما بهش اشاره کردید، بروکراسی هایی که در آمریکا هست، مانع از این میشن که رئیس جمهور هر کاری میخواد بکنه. من فکر میکنم در حداقل مدت کوتاه چه آقای رامنی باشه چه آقای اوباما تغییر اساسی میشه. تغییر جزئی میشه برای اینکه اوباما به تصریح گفته که در شرایط فعلی با حمله به ایران موافق نیست و آقای رامنی قبل از مناظره آخر بارها به تصریح گفته که ما باید سیاستمون رو به هر شکلی هست با اسرائیل همسو و همساز بکنیم. اگر بعد از انتخابات بخواد اون حرف اولیه وفادار بمونه، فضا به نظر من پرتنش‌تر خواهد شد. اگر اوباما بیاد به نظر من فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد و جمهوری اسلامی در مورد مسئله اتم هم ناچار خواهد شد همون کاری رو بکنه که در هر قضیه استراتژیک مهم 30 سال اخیر کرده، یعنی اونقدر تأخیر کرده، تعلل کرده، دروغ گفته، این دست این دست کرده و به جایی رسیده که در ایران مملکت در آستانه پرتگاه خود رژیم در آستانه پرتگاه اونجا یه قرارداد ترکمنچای بستن، در گروگانگیری این کار کردن، در جنگ ایران و عراق این کار کردن و شرایط مثلا در 82 با چندین 10 میلیارد درآمد و چندین 100,000 جان نجات یافته عراقی و ایرانی جنگ رو تموم بکنن، گفتن نه. آقای خمینی گفته تا صدام نره ما جنگ میکنیم. 6 سال جنگ رو ادامه دادن و تمام اون کسانی هم که جنگ رو ادامه دادن هنوز سر کارن. هیچ کی هنوز نیومده بگه آخه پس مسئولیت ادامه این جنگ 6 ساله گفته کی بود؟ مسئولیت اون نگه داشتن اون گروگان ها برای 444 روز و بعد امضای اون قرارداد شرماوری که واقعا مثل ترکمنچای من اون وقت در دانشگاه تهران دانشگاه حقوق وقت تدریس داشتم، ما اعلامیه‌ای مشترک امضا کردیم از منظر حقوقی نشون دادیم همین قانون غیر قانونی است برای اینکه یه قرارداد بین المللی است، شما نمیتونید از یه وزیری خواهش بکنید بدون تصویب مجلس امضا بکنه، به علاوه مفادش بزن در ایران بود، شهروندهای آمریکایی حق داشتن ایران رو تعقیب بکنن، ایرانی ها هیچ کدوم حق غیر از دولت ایران حق چنین کاری نداره. در این مورد هم پیشنهادی که الان داره صحبت میشه که ایران حاضره بپذیره که 20% رو عملا متوقف بکنه، 5% رو اندک کم بکنه ولی به حالت نیمه تعلیق در بیاره، اون پیشنهاد 5 سال پیش هم بود نیست بود. چرا 5 سال به مملکت به آستانه ورشکستگی کشوندیم؟ عرض مملکت رو به 1/4 تقریبا قیمتش کشوندیم، یک کسی مثل آقای احمدی نژاد و کابینه‌اش رو به مملکت تحمیل کردیم. مسئول اینا کیه؟ مسئول این تصمیم گیری ها کیه؟ اوباما بیاد ما بگم فشار اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد، رامنی بیاد فشار اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد با قاعدتا یه مقداری فضای پرتنش تر. جناب دکتر میلانی، امروز در خبرها میخوندم که کمبود شیر خشک در ایران محسوسه و شیر خشکایی هم که هست به چند برابر قیمت به فروش میرسه. این زنگ خطر بسیار جدی است که به گوش میرسه. اقتصاد ایران به نظر میرسه در حال فروپاشی است با این وضعیت ارزی که برای ایران پیش آمده است و با این وابستگی شدیدی که ایران اصولاً به واردات داره و این واردات احتیاج به ارز داره، ارز ایران کاملا کاهش پیدا کرده.
آیا فروپاشی اقتصادی سیستم و رژیم دلیل کافی برای از پا در اومدنش هست؟ یا این سیستم میتونه مدت‌ها با اعمال فشار بر مردم ادامه پیدا بکنه؟ ببینید، اولا این سیستم خب یک جوری عمل کرده که اون مباشران خودش رو، چماق به دستان خودش رو، سپاه پاسداران رو، فرماندهان سپاه رو، خانواده های شهیدی که هنوز بهش وابسته هستن، قشر کوچیک رو کماکان بهشون میرسه، یه اقلیتی رو کماکان بهشون میرسه، تو فروشگاه های خودشون خرید میکنن. دقیقا یک نظام شبه آپارتایدی دارن در ایران ایجاد میکنن. یک اقلیت وابسته به رژیم مثلا امکانات برخورداره، بقیه فشار به مردم که غیر خودی هستن داره منتقل میشه. من فکر میکنم این نوع رژیم ها حاضرن هر بهایی بدن و هیچ مسئولیتی هم نمیپذیرن. ببینید یه مثال بزنم. تو خود داخل ایران، تو خود مجلس و نمایندگان و گردانندگانش میگن 200 میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران گم شد. 200 میلیارد دلار یعنی یک پنجم یا یک ششم کل درآمد ارزی ایران از روزی که نفت در ایران کشف شد. هر دولت دیگری بود، هر رهبر دیگری بود و زیر دوران حکومتش، زیر نگینش، یک پنجم تمام ثروت طبیعی مملکت دزدیده شده بود. خودش می آمد حداقل معذرت می‌خواست، میگفت من اشتباه کردم، مدینژاد رو به شما تحمیل کردم یا فلان کس رو به شما یک کسی مسئول این کار بود باشه. اگر 200 میلیارد دلار گم نشده بود، اگر این 700 میلیارد دلار به یه روایتی 550 میلیارد دلار در 7 سال اخیر به ایران فروخته شد، اگر اینها قوانین خودشون رو اجرا می‌کردن، الان بایستی بین 200 تا 300 میلیارد دلار تو ذخیره ارزششون پول می‌بود. اگه 200 تا 300 میلیارد دلار پول داشتن، کمبودش خوش پیدا نمی‌شد. آقای احمدی نژاد در نهایت پررویی میاد در مجلس میگه ما دهشی هم در ارز نداریم. اگه مملکت حساب کتاب داشت، از همونجا باید میبردنش دادگاه. تو قانون وضع خودی مازاد ارزی رو بریزی به این حساب. این همه مازاد ارزی بوده، کی مسئول این کاره؟ بارش میره به همون خانواده متوسط یا خانواده فقیر، معلم بازنشسته. من چند روز پیش با دوستم در ایران صحبت میکردم، گفت پدر مادرم معلم های بازنشستن، حقوقشون شده جفتشون با نرخ فعلی دلار 300 دلار در ماه. خب این چجوری میتونه شیر خشک که هیچی نون خشک بخره؟ مسئولیت این با کیه؟ با یه مسئولیت اوله با رژیمی است که با بیکفایتی، با دزدی، با فساد یک ثروت بادآورده رو از بین برد. بعد با یه بیکفایتی دیگری هنوز بعد از 32 سال نتونسته انرژی اتمی در ایران تولید بکنه، چیزی که دوران شاه 70-80 درصدش تموم شده بود. اگر خود اینا تصمیم نگرفته بودن که این آشغاله، مقاله میخوندم در جمهوری اسلامی همین چند روز پیش، مال 1979، که تولید انرژی هسته‌ای در ایران خیانت به خلقه. دو مقاله در جمهوری اسلامی نوشته شده برای اینکه بگن ما چرا اینو بستیم. مقاله همینجا سعی میکنید برای تو میتونم تیکاشی بکنم. اصلا شگفت آوره. میگه که اولا اینا به ما جنس خوب نمیدن، خطرناکه، ما اصلا انرژی احتیاج نداریم، ما گاز داریم، نفت داریم. اینا رو امپریالیستا دادن به ایران، شاه هم نوکرشون بوده، خریده بستنه. بعدم با صدام جنگ شد، بقیهش رو داغون کرد. 33 سال بعد 10 میلیارد دلار بعد 100 میلیارد دلار گم شده و فرصت اقتصادی از دست رفته، چی مونده برای ایران؟ مسئول این سیاست ها کیه؟ یه نفر تا به حال اومده از اینا بگه آقا
من اشتباه کردم ببخشید، من استعفا میدم میرم کنار، یه آدم سالم‌تری بیاد شاید بتونه این کشتی واقعا طوفان نشسته رو به ساحل مقصود برسونه. ایران باید الان از ترکیه جلوتر باشه از لحاظ اقتصادی. جناب دکتر، در مورد این طبقه‌ای که در ایران درست شده که همه چیزاشون جداست از مردم و بهشون میرسن، نمیدونم چرا من به یاد کتاب طبقه جدید میلوان جیلاس افتادم، در مورد طبقه جدید که در یوگوسلاوی به وجود آمده بود، ولی اون سرنوشت خوبی نداشت نهایتاً. یوگوسلاوی به سرنوشت خوبی دچار نشد. آیا این وضعیت رو شما در مورد ایران هم میبینید؟ در منظر نگاه شما هست؟ من در ذهن خودم و در هر اون چی که در مورد جوامع خوندم، در مورد سیاست خوندم، این وضع موجود با این فساد، با این بیکفایتی، با این بیعدالتی، در شرایطی که یه مش آقازاده بوگاتی و پرش 2 میلیون دلاری در تهران سوار میشن و بقیه مردم بدون شب معطلن، این قابل توان نیست. دوران نوع حکومت های میلوان جیلاس در طبقه جدید، دوران حکومت های نوع شوروی در دوران برژنه که یک اقلیتی شوروی بهشون گفتن نومانکلاتورا، نومانکلاتورا دقیقا همون آقازاده است که ما در ایران میگیم، رژیمی که آقازاده ها فقط میخورن و میلیارد ها دلار به گفته خودشون، من نمیگم منابع خارج از ایران رو مصداق قرار بدیم، منابع خود داخلیشون، گزارش های مجلسشون رو نگاه بکنیم، اینا بخورن و بقیه فقر بکشن، بقیه هر روز بیشتر و بیشتر تحت فشار باشن، بچه هاشون رو نتونن به دانشگاه های دیگه بفرستن، بچه هاشون رو، دختراشون رو نتونن به دانشگاه در ایران بفرستن. رو چه حسابی آقازاده ها تصمیم گرفتن؟ چون خودشون نمیتونن با خانمای ایرانی رقابت عادلانه در دانشگاه بکنن، در کنکور بکنن، 77 رشته رو بر دخترها بستن. خب آقازاده بشین یک کمی به جای اینکه بوگاتی سوارچی درس بخون، در کنکور ممکنه بتونی با خانما رقابت بکنی. 77 رشته رو بستن، آیا در قرن 21 قابل دوامه؟ آیا تلاش برای بستن اینترنت، آروم کردن اینترنت برای اینکه مردم به کتاب دسترسی نداشته باشن قابل دوامه؟ آیا در قرن 21 سانسور دوران ناصرالدین شاهی قابل دوامه که باید کتاب رو ببری اینجا یه جوونی بخونه، خط بکشه، بگه این کلمه رو بردار، اون کلمه رو بردار، فلان کس نمیتونه کتاب در ایران چاپ بکنه، این قابل دوامه در اصل اینترنت؟ واضحه که نیست. در کوتاه مدت بله، رژیم های مثل اسد، مثل ایران یه اقلیتی دارن که پولی دارن، میکشن، میزنن، میگیرن، زندان میکنن، آقای موسوی رو زندان میکنن، خانم رهنورد رو زندان میکنن، صد ده ها نفر رو تو زندان میکشن، ولی قابل دوام نیست. نه در شوروی قابل دوام بود، نه در یوگسلاوی قابل دوام بود، نه در چین قول میدم قابل دوامه. همین چین 2 روز پیش مجبور شد که نیویورک تایمز رو در چین سانسور بکنه، برای اینکه معلوم شد آقازاده های اونجا هم مشغول لفتولیس هم معلوم شد که خانواده نخست وزیر چین بالای 2 میلیارد دلار ثروت داره. جناب دکتر میلانی، در میانه همه این آشوب هایی که ما داریم، به ناگهان آقای خامنه‌ای آمد روی نکته انگشت گذاشت و اون سیاست‌های جمعیتی در ایران بود که آمد سیاست تنظیم خانواده رو گفت اصلا این به درد نمیخوره، این درست نیست و خانواده باید رشد طبیعی و آزاد خودش داشته باشه، بچه‌های بیشتری وجود داشته باشن و خلاصه جماعت الله اکبرگوی اسلام رو میخواد اضافه بکنه. چرا خامنه‌ای یه رویکرد جمعیتی متفاوت رو به ناگهان انتخاب کرد؟ چه پیامی در این حرف است؟ والا اولا
برنامه کنترل جمعیتی قبل از اینکه آقای احمدی نژاد و بعد اولین تخملق و احمدی نژاد شکست، حالا آقای خامنه‌ای تازه وارد ماجرا شده، احمدی نژاد یه سال این دو سال پیش بود، ایران یه برنامه خیلی موفقی داشت برای کنترل جمعیت بعد از پایان جنگ سودان و عراق. یعنی گزارش های بین المللی هست که یکی از موفق‌ترین برنامه ها بوده، 3.5% حضور انفلاسیون 1%. بعد یه برنامه هم که موفقیت آمیز بوده، اونا دارن عمدن داغونش میکنن، برای اینکه فکر میکنن از این طریق به قول شما سربازان امام زمان زیادتر میشه. ولی کافیست به آمارهای دیگه نگاه بکنه. این رژیم حد متوسط حد قانونی ازدواج رو اول آورد به 9، بعد برد به 14، بعد برد به 16. الان حد متوسط ازدواج در ایران برای خانوما بالای 23. خانمای ایران بیش از هر زمان دیگه مصرن که نقششون فقط مادری نیست. مادری نقش بسیار مهمی است، ولی یکی از نقششون به عنوان یک زن، به عنوان یک شهروند، همه حقوق مساوی یک مرد رو خواستارن. و بخشی از تلاش رژیم جمهوری اسلامی از روز اول این بود که خانم‌ها رو بفرسته به منزل و بگه که آقای خمینی یه وقتی گفت دیگه، گفت مادری مهمترین وظیفه است که خانم‌ها به عهده دارن. مادری وظیفه مهمی است، ولی همونقدر که نگهداری یه بچه به عهده مادره، به عهده پدر هم هست. و مهمتر از اون، در کنار مادری زنان باید در همه عرصه‌های اجتماعی بتونن فعالانه آزاد بکنن. با 6 تا بچه این کار میسر نیست. و به نظر من گره بر باد زدن در ایرانی که یعنی شما همه جا آمار رو نگاه بکنید و تمام دنیا، وقتی تحصیلات زن ها بالا میره، وقتی که به یه حدی از تحصیلات کالج میرسن، تعداد فرزندانشون پایین‌تر میره. یه جریانی است برای که میخوان زندگیشون هم داشته باشن، فرزند هم داشته باشن، به نگرانی های این واقعیت که جهان هم نمیتونه خیلی بیشتر از چند میلیارد دیگه جا بده آگاه هم. ولی در ایران اینها گره برباد میذارن و میخوان به رغم این جریان حرکت کنن. هدفش بیش و کم به گمان من مشابه همون هدف 77 رشته بستن به بانوانه. یعنی اینها متوجه شدن که زنان ایران به گمان من مهمترین نیروی اجتماعی امروز ایران هستن که برای آزادی و دموکراسی و برابری دارن فعالیت میکنن. و تمام این تلاش ها به نظر من این است که این نیروی آزاد شده رو برگردونن به آشپزخونه، برگردونن به منزل. به منزل برمیگردن، ولی در این حال به دانشگاه هم خواهند رفت، به بازار هم خواهند رفت، به سینما هم خواهند رفت. در بهترین فیلم های نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان فیلم بازی خواهند کرد و برولان های کیهان و فوش هایی که بعضی از این سایت ها میدن به این هنرچگاه موفق ایران، اون هم گره بر باد زدن بیش نیست بوده. آقای دکتر میلانی، به نظر شما نمیرسه که زنان ایران در میان همه زنان خاورمیانه زنهای شاخصی هستند؟ این مقاومت جانانه، این مقاومت ریشه‌ای، اصلا سطحی نیست، مقاومت عمیقی که وجود داره. شاید باید اونهایی که جایزه صلح نوبل رو تعیین میکنن یک بار جایزه صلح نوبل رو به زن ایرانی بدن به خاطر مقاومتش در مقابل این فاشیسم مذهبی در طول این 30 چند سال. شما با من هم عقیده نیستید؟ 100%. من فکر می‌کنم مفهوم واقعی جایزه هم که به خانم عبادی دادم، همونطور که خود خانم عبادی در سخنرانیش گفت، همون نوبل به خانم عبادی به تنهایی تعلق نداشت. نوبل به تمام زنانی تعلق داشت که الان 33 سال به طور ممتد دارن برای حقوقشون، حقوقشون که به طور روزافزونی از آغاز انقلاب داشت زیر پا گذاشته میشه و با رژیمی مواجه بودن که واقعا نقش اونها رو اساسا در مادری میدید و در بازگردون درشون بکنید.
تنها جامعه‌ای که زنانش با ایران شاید قابل قیاس باشن در خاورمیانه ترکیه است، به غیر از ترکیه. بذار در ترکیه هم من اطلاعات دقیق آماری ندارم، ولی در ترکیه هم من فکر میکنم چیز زیادی بیشتر از اون چی که زنان ایران به دست آوردن و هر روز دارن به دست میارن در همه عرصه. بهترین ناشرین ایران بعضیشون الان زنن، بهترین فیلمسازای ایران زنن، بهترین شاعران ایران زنن، بهترین نویسندگان ایران بعضیشون زنن. تو هر رشته نگاه میکنید، طبیباشون، فارغ التحصیلان دانشگاهشون، قبولی هاشون در کنکور، همه این زمینه ها وایسادن و قدم به قدم برای 33 سال برای حقوق مساویشون استادگی کردن در مقابل تمام این حملات زشت واقعا زننده‌ای که می‌کنن. یک خانم هنرمندی رو در یک فستیوالی دعوت کردن به عنوان قاضی، رفته اونجا یه شکلی از به اصطلاح حجاب اسلامی رو هم رعایت کرده. اونی چی رو نیستن کرده، ولی با این حال خانم ها میان برنامه ها در جوایز شرکت میکنن، جوایز هم میبرن و اونها که نمیخوان ببینن خانم ها رو سیاه دلی بر دلشون میان. اجازه بدید همینجا یادی بکنیم و درودی بفرستیم برای یکی از این زنان که همکنون در زندان به سر میبره و در وضعیت خوبی نیست، خانم نسرین ستوده، وکیل دعاوی و حقوقدان برجسته ایرانی. جناب دکتر میلانی، این روزها به فرودگاه امام خمینی که میخواید برید توی راه پوسترهای بزرگ میبینید، زمینه زررنگ بسیار قشنگ، طراحی بسیار زیبایی هم داره، اما این فقط تصویر آقای احمدی نژاده بدون اینکه سایه از حضرت امام راحل و حضرت رهبر فعلی بر سر او باشه. احمدی نژاد چه بازی رو داری میکنه در این ماهای آخرش؟ اگر یادتون باشه خواست که به زندان اوین هم بره، یادش افتاده باید وظیفه نظارت رو انجام بده به عنوان رئیس جمهور. من فکر میکنم در رفتن به زندان اوین اصرارش برای دیدن زندان اوین فقط دیدن جوان فکر معاونش نیست، بلکه میخواد محل سکنای بعدی خودش رو ببینه که چه جوریست. ممکنه نظر شما رو داشته باشه. من هم فکر میکنم که احمدی‌نژاد متوجه شده که آقای خامنه‌ای، آقا مشتبه، برخی از سران سپاه، برخی از روحانیون دیگه براش برنامه دارن. سعی کردن به نظر من به تمام کاسه‌گوزه اقتصادی رو سرش بشکنن و او با مقاومت‌های خودش، با تهدیدهای خودش، با نامه‌هایی که نوشت عملا این کار رو متوقف کرد. عملا به نظر من پیغامی که من از عمل حرفاش دریافت میکردم مستقیم به آقای خامنه‌ای بود که اگر بخوایی همه کاسه‌گوزه رو سر من بشکنی، هر آنچه که منم میدونم افشا خواهم کرد. و ظاهراً خیلی میدونه، ظاهراً یه روایتی بیش از 100,000 سند از ایران خارج کرده. اگر این 200 میلیارد دلار پول گم شده دست کیه؟ به چه علتی انباشته شده؟ برای چه حرفی انباشته شده؟ برای چه هدفی انباشته شده؟ اینا نکاتیست که من واقعا نمیتونم بفهمم، ولی میتونم اینو میتونم به قطع بگم که آقای احمدی نژاد یه محاسباتی سعی کرد جلوی آقای خامنه‌ای بیسته. شاید اطلاعاتی که از سپاه میگرفت متوجهش کرده بود که رژیم چقدر ایزوله است، چقدر آقای خامنه‌ای از محبوبیت در سطح جامعه برخوردار نیست. فکر میکرد نفس ایستادگی در مقابل او براش محبوبیت میاره، ولی متوجه نبود که مردم به خاطر اون انتخابات تقلبی، به خاطر اینکه اون رئیس جمهور دستچین شده یه همون رهبری بود که حالا در مقابلش وایساده بود، حاضر نبودن ازش حمایت بکنه. هرچی مواضع تندتری گرفت خودش رو نزدیکتر بکنه به مردم، مردم تا
اونجایی که من میدونم رغبتی به این کار نشون ندادن، چون میدونن که خانه از دار بست بودن است. ولی او داره سعی میکنه به نظر من برای خودش هم یک حفاظی پیدا کنه که دین نره بعدش، هم شاید سهمی از قدرت بخواد. این حرفای قدیم زدید که معلوم نیست ما بعد از نه ما دیگه بریم، این نه حرفا را آدم کنار هم میذاره، به نظر میاد که اون پشت یه خبرهایی هست که دشوار فهمیدنش برای کسانی که اطلاع ندارن. این چراغ ما وقتی حرکت نمیکنیم خاموش میشه. ما ببخشید، خواهش میکنم جناب دکتر میلانی، پیامدهای بهار عربی همچین دلخوش کننده نیست. در مصر اخوان المسلمین آمدن و نمیدونم این چهره تلویزیون های جدید مصر رو دیدید یا نه، که آدم اصلا به وحشت میفته. زنهای محجبه گوینده همین ها قبلا بودن، در دوران حسین مبارک به قیافه معمول یک آدمیزاد ظاهر میشدن روی صفحه تلویزیون، ولی حالا فقط دو چشمشون پیداست، تمام بدن پوشیده است و خلاصه همچین حادثه خوبی نبوده از نظر آزادی در مصر. آزادی سوریه که یک روند دیگری رو داره، یمن آهنگ دیگری رو میزنه. آیا واقعا غرب به دنبال کمک به مردم منطقه است برای بهار آزادی؟ اگر این حرف من درست باشه، شما به عنوان یک استاد میتونید ردش بکنید که نه آقا این برداشت شما کاملا سطحی است. اگر این برداشت من درست باشه، غرب آیا خواهان روی کار آمدن نمیدونم ادامه بدم؟ بینندگان عزیز، رابطه ما با آقای دکتر میلانی قطع شد. اجازه فرمایید که به پیام‌های بازرگانی نگاه بکنیم تا مجدداً این رابطه برقرار بشه. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان، برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس ویگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. بینندگان عزیز، با برقراری تماس مجدد با جناب دکتر میلانی برمیگردیم و من سوالم رو از ایشون پی میگیرم. خلاصه مطلبی که خدمتتون میخوام جناب دکتر عرض کنم اینه: غرب چرا باید به دنبال حکومت‌های، اصلا قصد داره به کمک به دنبال حکومت‌های دموکراتیک در خاورمیانه باشه؟ من میخوام نتیجه رو برای کشور خودمون بگیرم. این انتخابایی که اگر غرب در اشتغالات داشته در مصر و سایر کشورهایی که از بهار عربی برخوردار شدن، به ما یه همچین نگاه پیشرویی رو نشون نمیده. ما چرا فکر میکنیم غرب در ایران ممکنه نگاه دیگری رو داشته باشه؟ من فکر میکنم نگاه دیگری در ایران هست. فکر میکنم این یک چرخش استراتژیک
مهمی بود که در واقع در دوران بوش هم آغاز شد، حتی با اوباما نداره. شاید دو مهمترین سخنرانیاش یکی سخنرانی بود که خود بوش کرد در بنیاد دموکراسی و خانم کاندلیسا رایس کرد در همون مصر و گفت که هر دو اینا حرفشون در واقع یه چیز بود. گفت ما بعد از جنگ سرد فقط مثلا اون این بود که جلوی رشد کمونیسم رو بگیریم و هر کسی که میتونست جلوشو بگیره ما ازش حمایت کردیم، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که این در دراز مدت به ضرر ما بود و به ضرر مردم منطقه. سیاست آمریکا دنبال منافع آمریکاست، برخلاف بعض کشورها که مثلا سیاست خارجیشون ممکنه به نفع دولت سوریه باشه، سیاست آمریکا، سیاست خارجی آمریکا منافع آمریکا رو دنبال میکنه. الان به گمان من، یعنی بعد از تجربه سقوط شوروی و جنگ سرد، به این نتیجه رسیدن که در دراز مدت ثبات و منافعش به لحاظ اون ثبات بیشتر از طریق دموکراسی جلب میشه. اگر دموکراتای ایران هم بتونن با قاطعیت، با حفظ استقلال، با تکیه به مردم خود ایران قدرت رو در دست بگیرن، میتونن از این چرخش استفاده کنن یا میتونن ابزار این چرخش بشن. ما به راحتی میتونیم از این چرخش استفاده بکنیم، کمون که خود این رژیم، خود رژیم جمهوری اسلامی، من این رو در کتاب شاه به تفصیل نشون دادم که امیدوارم همین یکی دو ماه آینده به چاپش قابل دسترسی باشه، خود این رژیم دقیقا با همین چرخش در کاره. یعنی اگر آمریکا سیاستش در مورد ایران عوض نکرده بود، ما مطمئن نیستم که انقلاب به این شکلی بزن شد. آمریکا تصمیم گرفت ارتش ایران رو خونسا کنه، ارتش ایران رو آشتی بده با روحانیت و در واقع اون کاری که در مصر با موفقیت انجام داد سعی کرد در ایران انجام بده، ولی در ایران خود بود دست به نظر مخبول از آقای من. ولی من در کل فکر میکنم این حرکتی که در خاورمیانه ایجاد شده، مصر هنوز واقعا به نظر من فرجامش روشن نیست که اینا بتونن این کار رو انجام بدن. شما اگر، من الان در مصر نرفتم ولی یه سال پیش که تازه اینا سر کار آمده بودن و یه دفعه با تور دانشگاه رفت بودم، تو تلویزیون همه جور میدیدید، هم محجبه میدیدید، هم غیر محجبه میدیدید، هم ام کلثوم میدیدید، کنسرت های ام کلثوم و هم روزه هایی که بعضی از این مفتیاشون میخوندن. یه انتخاب وجود داشت، ولی شما کل حرکت خاورمیانه رو نگاه بکنید، از تونس، از مراکش بگیرید تا تونس، تا مصر، تا ترکیه، تا اردن، همه اینها به معنای انکار فرمول جمهوری اسلامی هستن. یعنی حکومت یک اقلیتی که خودش رو متولی جامعه میدونه. اینا همه اعلام کردن، به صراحت اعلام کردن که دنبال الگوی ایران نیستن. یعنی با شکست بن لادنیزم که یه مقداری هنوز بقایاش باقی است ولی عمده بدنش به نظر من شکست خورده، با شکست بن لادنیزم و با شکست تجربه ایران، یعنی حکومت روحانیت، بهار عربا داره یک نوع دموکراسی جدیدی رو ایجاد میکنه که ترکیه شاید بهترین مدلشه و در اون موازین اسلامی قابل رعایت هم برخلاف ترکیه قبل از این دوران، ولی به زور بر بقیه جامعه تحمیل نمیشه. جامعه آزادی خودش انتخاب بکنه. مسئله مذهب تا حد زیادی به عرصه خصوصی تعلق داره، کسی به زور چادر سرتون نمی کنه، ولی اگر چادر هم میخواید سرتون بکنید کسی نمیگه حق ورود به دانشگاه ندارید. به نظر من دموکراسی واقعی هم همینه، نباید زور کرد مردم از یک طرف، نباید زور کرد از طرف دیگه.
جناب دکتر میلانی، این روزها ایرانی ها در داخل ایران که همه یا زندانن یا محبوسن، حبس خانگی هن، وضعیت این چنینه. آیان موسوی و کروبی کماکان در حصر هستند و در شرایط بسیار سخت. در خارج از ایران هم قاعدتاً گروه های مختلف به فعالیت افتادند، به خصوص در آستانه انتخابات آمریکا، چرا که ممکنه با تغییر رئیس جمهور آمریکا سیاست های آمریکا هم دستخوش تغییر بشه و به حمایت از نیروهای خارج از کشور بیاد برای اینکه از اونها استفاده کنه در انجام تحولات مناسب در داخل ایران. نیروهای مختلفی دارن فعالیت میکنند و از جمله آخرین اینها یک شورای ملی است که در شرف تشکیل با تایید شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایشون و همسر ایشون که در جریان تشکیل و برگزاری یک کنگره هستند. من اون سوال قبلیم که از حضورتون کردم میخوام به اینجا برسم که آیا یه آدمی شبیه شاهزاده رضا پهلوی از نظر غربی ها کاندیدای مناسبی هست که بهش اعتماد بکنند؟ کسی که هم جوانه، هم غرب رو میشناسه، هم در غرب زندگی کرده، هم مسلط به چندین زبان، هم به هر حال در این مدت کسی نتونسته بهش به شخص خود ایشون برچسبی رو بزنه و بسیار سنگین که نتونه در مقابلش قد علم بکنه، و با توجه به سابقه‌ای که آمریکایی‌ها به خصوص در رابطه با 28 مرداد دارن، 1332 یک ملت دارای احساسات ناسیونالیستی فوق‌العاده قوی که امروز هم به همون شدت و حدت در ایران هست، آیا غرب نگاهی به ایشون میکنه؟ آیا غرب بازگشت پادشاهی مشروطه رو به ایران جدی میگیره یا خیر؟ والا من فکر میکنم پدیده واحدی به اسم غرب وجود نداره. یعنی آمریکا و اروپا، اگر این ها رو مثلا مجموعشون رو غرب بگیریم، نه در آمریکا نظر واحدی وجود داره اونجایی که من میدونم، نه در اروپا نظر واحدی در این مورد وجود داره و نه نظر واحدی بین اروپا و آمریکا وجود داره. آیا در شرایط مقابله با رژیم همه کیف‌های آلترناتیو ممکنه مورد نظر همه این کشورها باشن و ازشون حمایت بشه؟ کما اینکه دوباره قبل از انقلاب 1978 آقایونی که الان اینقدر جانانداز آب میکشن تماس مستمر داشتن با آمریکایی‌ها، که الان آقای موسوی رو زندان کردن به جرم اینکه در خارج از کشور یکی ازش طرفداری کرده، خودشون در خارج کشور، در پاریس، در آمریکا، در تهران تماس مستمر داشتن با سفارت آمریکا، با وزارت امور خارجه آمریکا. آقای خمینی موافقت کرد یک پرسشنامه برای وزارت امور خارجه آمریکا پر بکنه برای اینکه بگه برنامهش برای آینده ایران چیه. به همین خاطر کشورهای غربی وقتی که به ایران رو بحران زده دیدن، در فکر پیدا کردن آلترناتیو بودن. الان هم به نظر من فکر میکنن ایران بحران زده است، فکر میکنن وضع کنونی قابل دوام نیست. ولی اگر آمریکا فکر کنه یا هر کشوری که آینده ایران رو آمریکا یا هر کشور دیگری رقم خواهد زد، به نظر من اوضاع ایران رو خیلی خوب میده. اوضاع ایران، همون خانمهایی که قبلا بهش اشاره شد، همون جوانهایی که بهش اشاره شد، همین طبقه متوسط تحصیل کرده، همین کسانی که الان در زندان هستن، آینده ایران رو در ایران و ایرانی ها رقم خواهند زد. و از دلیلی هم که ایرانی ها رو اضافه کردم این که به نظر من ایرانیان خارج کشور اگر کارشون رو خوب انجام بدن، به اندازه ایرانیان داخل کشور هم حق دارن و هم میتونن بالقوه نقش داشته باشن در متحقق کردن این آینده دموکراتی. هیچ نیرویی به گمان من جز خود مردم ایران در مفهوم موسعش، ایرانیان داخل و ایرانیان خارج و با تکیه به مردم ایران، نمیتونه به نظر من
دموکراسی برای ایران ایجاد کنه. جامعه ایران به نظر من خیلی پیشرفته‌تر از این است که کسی بخواد براش چه در داخل چه در خارج و به طریق اولا یا آمریکایی یا انگلیسی براش نسخه بپیچه و رهبری آینده ایران رو تعیین کنه. رهبری آینده ایران رو باید ایرانیان تعیین کنن و به نظر من هم چنین خواهد بود و در این هم تردید ندارم که رهبری آینده رهبری فعلی نخواهد. جناب دکتر میلانی، این در این ماه‌های اخیر در ادامه سوال قبلی خودم، دائما در جاهای مختلف کنفرانس و نشست و اجلاس و این حرفا برگزار میشه و همش دور میزنن، یا دور میزنیم بهتر اینجوری بگیم، دور مفاهیم بیسیک و پایه‌ای که در واقع اون نیاز روشنفکری ما رو ارضا میکنه، که وقتی یه سالن کنفرانس میریم با همدیگه مسافمون رو بکنیم و بعد به خلاصه در مورد مفهوم سکولاریسم به یه چیزی یا برسیم یا نرسیم و یه جمله رو اینوری بذاریم یا اونوری، در حالی که شرایط اساسی برای مملکت دیگه از سالن‌های کنفرانس گذشته، چه در داخل و چه در خارج ایران به خصوص که امکانات بیشتری داریم، حرکت میخواد، عمل میخواد که وارد قضیه بشیم. آیا من شتاب زدم یا اینکه درست نگاه میکنم عمل سیاسی امروز در خارج از کشور برای جلب نظر دنیا، برای گرفتن حمایت، برای حمایت از داخل کشور لازمه؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ من فکر میکنم اون اتفاق نمیفته برای اینکه خارج کشور تا به حال در زمینه دقیقا همین مسئله فعالیت سیاسی متشکل متحد کمکاری کرده. شما اگر نگاه بکنید به تاریخ 20 سال اخیر میبینید، من در مورد این کسانی که در جلسات شرکت میکنن اظهار نظر نمیخوام بکنم، در این جلسات شرکت نکردم، در هیچ کدومشون نمیدونم چه میگذره، حتما یه منطقی داره، حتما یه فکری برای ایران میخوام بکنم، ولی من فکر میکنم وقتی در خارج نیروی دموکراتیک فعال خواهد شد که ما همه خارج رو بتونیم بسیج کنیم. الان میگم 5 میلیون ایرانی هستن، 5 میلیون تا زمانی که ما نتونیم حداقل یک جریانی، یک حرکتی، یک پلتفرمی پیدا کنیم که بتونه حداقل نیمی یا یک سوم این 5 میلیون رو بسیج بکنه، به طور جدی بسیج بکنه، من فکر میکنم کوتاهی کردیم. در داخل وقتی انتخابات معلوم شد تقلبی است، 3 میلیون از جمعیت تهران به روایت نیویورک تایمز و خیابان آمدن. بالاترین تظاهراتی که ما از 4.5 میلیونی که در خارج هستیم در شرایط به قول شما آزادی، چند نفر. این کمکاری است و این به گمان من احتیاج به یک فکر جدی داره برای یافتن یک مکانیزمی که بتونه واقعا این کثرت ایرانیان مهاجرت کنه، که چندین خصوصیت هم دارن که کار بسیجشون هم دشوار میکنه هم آسون میکنه، خیلی تأثیر کرده است. این خب فریب هر چیزی رو نمیخورن، تجربه انقلاب کردن، فریب رهبر که برنامه نداشته باشه رو یا فریب رهبری که نوید انقلاب میده رو به این راحتی میکنه. اینها نکات دشوار کردن کار بسیج اونها، پراکندن از استرالیا تا اتریش، از امریکا تا اتاوا، همه جای دنیا اینا هستن، پیدا کردن یک مکانیزم که اینا رو جذب و بس و بسیج بده کار دشواری است. ولی در این حال یکی از موفق‌ترین ایرانی های یعنی گروه های مهاجر خارج کشور است، گروه هایی که به آمریکا حرکت کردن. آقای دکتر میلانی، من یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارم، آخرین سوالم از حضورتون مطرح میکنم. جناب دکتر، آیا هنوز به اصلاحات در ایران امید هست؟ آیا هنوز برای سران جنبش سبز آقای موسوی و کروبی به عنوان راه نجات جمهوری اسلامی از سقوط
می شود نگاه کرد یا نه رژیم قدرت درک این قضیه رو نداره. و به نصیحت آخری نصیحت های آقای محمد خاتمی در این نامه آخرشونه، در این اظهار نظری است که کردن، آیا واقعا رژیم ممکنه به سوی اصلاحات برگرده؟ و اگر برگرده آیا هنوز به اصلاحات جامعه جواب میده یا خیر؟ بسته به این که اصلاحات منظور چی باشه. دوباره آقای خاتمی در محافظه کاری خودش اصلاحات یه جور مراد میکنه، آقای موسوی در برخی از اعلامیه‌هاش یه چیز مراد کرده، در برخی از اعلامیه‌هاش چیز دیگری مراد کرده. اگر منظور از اصلاحات صرفاً اجرای قانون فعلی باشه، گرچه حتی اجرای وضع کنونی اصلاحه، ولی این به نظر من جواب مسئله جامعه ایران رو نمیده. جامعه ایران محتاج این است که حاکمیت مردم پذیرفته بشه. اگر حاکمیت مردم پذیرفته بشه، و این به این معناست که مردم دیگه ولی ندارن و مردم هیچ مدعی که فکر کنه بهتر از بقیه مردم و خرد جمعی مردم بفهمه ندارن، اون به نظر من مرحله‌ای است که جامعه ایران بهش رسیده، 100 سال براش جنگ کرده و تنها جواب، حالا اسمشو اصلاح بذارید، تغییر بذارید، تغییر رهبری بذارید، تغییر رژیم بذارید، برای من اون فرق نمی‌کنه. اون اصل به گمان من و اصل برابری همه ادیان، اصل آزادی همه ادیان، اینها چیزهاییست که مردم به گمان من بهش رسیدن و تا اونها انجام نشه بدون اونها جامعه ایران ثبات پیدا نخواهد. جناب دکتر میلانی بسیار سپاسگزارم از اینکه در این اولا این فرصت در اختیار من قرار دادید و به یک سوم از سوالاتی که من آماده کرده بودم پاسخ دادید. امیدوارم در دفعات بعد بقیه رو بتونم خدمتتون مطرح کنم. من شخصا بسیار استفاده کردم و مطمئن هستم که بینندگانم همچین نظری رو دارن. به شما وقت بخیر میگم. وقت بخیر شما و همه شما. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کامتون باد.